سلام دوستان، امروز میخوام در مورد یکی از موضوعات مهمی که شاید خیلی از شما بهش فکر کردید صحبت کنم. از کجا بفهمیم خونمون رقیق هست یا غلیظ؟ در طب سنتی علائم مختلفی برای تشخیص این موضوع وجود داره که با هم بررسیش میکنیم و میخوایم ببینیم چطور میشه به روشهای طبیعی و بدون استفاده از قرص و داروهای خاص خون رقیقی داشت. پس با من همراه باشید تا با هم این موضوع جالب رو بررسی کنیم. میدونید که خیلی از مشکلاتی که ما در طی روز ممکنه تجربه کنیم، مثل پادرد به خاطر غلظت خون میتونه باشه. بریم سراغ علائم خون غلیظ و مفصلتر توضیح بدم. اولین نشونه ای که ممکنه به شما بگن خونتون غلیظه، احساس خستگی و سنگینی توی بدن. این احساس خستگی با خستگی های معمولی فرق داره، چون حتی بعد از یک خواب خوب و کافی باز هم حس میکنید انرژی ندارید و بدنتون سنگینه. این خستگی ممکنه باعث بشه که کارهای روزمرهتون رو با سختی بیشتری انجام بدید و حتی انگیزتون برای فعالیت‌های مختلف کم بشه. نشونه بعدی سردردهای مداوم و سرگیجه هست. وقتی خون شما غلیظ شده باشه، جریان خون به خوبی انجام نمیشه و این موضوع میتونه باعث کاهش اکسیژن رسانی به مغز بشه. نتیجهش هم سردردهایی هست که ممکنه به طور مداوم همراهتون باشه. سرگیجه هم یکی دیگر از علائم شایع غلظت خونه که ممکنه باعث بشه تعادل خودتون رو از دست بدید و احساس کنید که سرتون داره میچرخه. اگر هنوز این کلیپ رو لایک نکردید، لطفاً لایک رو بزن، چون الگوریتم یوتیوب با ما لش کرده و ویدیوهای ما رو به دیگران نشون نمیده. با این کار کمک میکنید این ویدیو به افراد دیگه هم نشون داده بشه. پوست و رنگ پوست هم میتونه نشونه های خوبی برای تشخیص غلظت خون باشه. اگر پوستتون تیره و کدر به نظر میرسه یا لبها و ناخونهاتون رنگ طبیعی خودشون رو از دست دادن و به سمت رنگهای تیره تر رفتن، این میتونه نشونه ای از غلظت خون باشه. پوست شما ممکنه خشک و بیرنگ به نظر برسه و حتی احساس کنید که پوستتون تراوت و شادابی خودش رو از دست داده. مشکلات گوارشی مثل یبوست و نفخ هم میتونن از علائم خون غلیظ باشن. وقتی خون غلیظ باشه، جریان خون در بدن کندتر میشه و این موضوع میتونه عملکرد دستگاه گوارش رو تحت تاثیر قرار بده. ممکنه احساس کنید که معدتون سنگین شده، نفخ دارید یا حتی دچار یبوست بشید که اینها میتونه نشونه ای از غلظت خون باشن. و آخرین نشونه ای که میخوام بهش اشاره کنم احساس سردی دست و پاست. وقتی خون غلیظ بشه، جریان خون در اندامهای بدن به خوبی انجام نمیشه و این میتونه باعث بشه که دست و پاها سرد بشن. این احساس سردی ممکنه حتی در هوای گرم هم وجود داشته باشه و باعث بشه که همیشه احساس کنید دست و پاهاتون یخ کرده. این علائم رو اگر با هم داشتید، ممکنه نیاز باشه که به غلظت خونتون توجه بیشتری کنید و راه‌های طبیعی برای بهبود اون در نظر بگیرید. خب حالا بریم سراغ علائم خون رقیق و مفصل‌تر توضیح بدم. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. اولین نشونه خون رقیق خونریزی های مکرر و بیدلیله. مثلا اگر به راحتی دچار خونریزی بینی میشید یا لثه هاتون به راحتی خونریزی میکنه، ممکنه خونتون خیلی رقیق باشه. حتی بریدگی های کوچیک هم ممکنه مدت زیادی طول بکشه تا بند بیان. یه نشونه دیگه کبودی های بیدلیل روی پوست هست. اگر با ضربات کوچیک یا حتی بدون هیچ ضربه ای روی پوستتون کبودی های ظاهر میشه، این هم میتونه علامتی از رقیق بودن خون باشه. این کبودی ها ممکنه بدون هیچ دلیلی ظاهر بشن و مدت طولانی هم بمونن. افرادی که خون رقیق دارن ممکنه بیشتر از بقیه احساس سرگیجه و ضعف کنن. وقتی خون رقیق باشه، ممکنه فشار خون پایین بیاد و این موضوع میتونه باعث بشه شما احساس کنید که تعادلتون به هم خورده، چشمتون سیاهی بره، سرگیجه ایجاد بشه براتون و ممکنه احساس ضعف و بیحالی هم سراغتون بیاد. نشونه دیگه خون رقیق مشکلات زمان قاعدگی برای خانم هاست. اگه خونریزی های قاعدگیتون خیلی شدید، خیلی طولانی باشه، میتونه نشونه ای از رقیق بودن خون باشه. این موضوع میتونه باعث بشه شما احساس خستگی بیشتری کنید و نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشید. در نهایت افرادی که خون رقیق دارن ممکنه زخم‌ها و بریدگی‌هاشون
دیرتر بهبود پیدا کنه. این به این دلیله که خون رقیق به خوبی منعقد نمیشه و نمیتونه به سرعت زخمها رو ترمیم کنه. اگر زخمهاتون دیرتر از حد معمول بهبود پیدا میکنن، این هم میتونه نشونه ای از رقیق بودن خون باشه. این علائم رو اگر با هم داشته باشید، ممکن نیاز باشه که به غلظت خونتون توجه بیشتری کنید و راههای طبیعی رو برای تنظیم اون در نظر بگیرید. اما هدف اصلی ما الان افرادی هستند که خون غلیظ دارن و در مورد اینکه حالا چطور رقیق بودن زیاد خون رو برطرف کنید توی ویدیو دیگه ان شاءالله توضیح میدم. اما برای رقیق کردن خون به روش‌های طبیعی و بدون استفاده از قرص و داروهای خاص مثل آسپرین و پلاویکس چند راهکار مؤثر وجود داره که میتونه به بهبود وضعیت خونتون کمک کنه. اول از همه مصرف زیاد آب، نوشیدن آب کافی در طول روز و گفته میشه حداقل 8 لیوان، ولی خب بستگی به شرایط خودتون داره، میتونه باعث بهبود جریان خون بشه و میتونه خونتون رو رقیق تر کنه و پیشنهاد من همون حداقل 8 لیوان آب در طول روز هست. دوم تغذیه مناسبه. سعی کنید غذاهایی که خاصیت ضد انقادی دارن رو به رژیم غذاییتون اضافه کنید، مثل سیر، پیاز، زنجبیل، زردچوبه. اینها موادی هستن که میتونن خون رو رقیق کنن و این مواد رو میتونید به غذاهاتون اضافه کنید یا به صورت تازه مصرف کنید. مصرف میوه ها و سبزیجات تازه هم خیلی مهمه. میوه هایی مثل انگور، پرتقال، لیمو و انواع توت سرشار از ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها هستن که به بهبود سلامت خون کمک میکنن. سبزیجاتی مثل اسفناج و کاهو هم خیلی میتونه مفید باشه برای این منظور. ورزش منظم رو فراموش نکنید. فعالیت بدنی منظم به بهبود جریان خون، گردش خون کمک میکنه و میتونه خونتون رو رقیق تر کنه. حتی یه پیاده روی ساده در طول روز در حد 10 دقیقه 15 دقیقه هم میتونه تاثیر زیادی داشته باشه. سعی کنید حداقل 30 دقیقه در روز ورزش کنید. در نهایت مصرف چای سبز رو پیشنهاد میکنم. چای سبز حاوی آنتی اکسیدان هاییه که میتونه به رقیق کردن خون کمک کنه. میتونید روزانه 1 یا 2 فنجان چای سبز بنوشید. این راهکارهای طبیعی میتونن به بهبود وضعیت خونتون کمک کنن بدون اینکه نیازی به مصرف داروهای خاصی داشته باشید. همیشه یادتون باشه که حفظ تعادل در تغذیه و سبک زندگی خیلی مهمه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایک رو بزنید و نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگر هم موضوع دیگه مد نظرتون هست که دوست دارید در موردش صحبت کنیم حتما بهم بگید. یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون باخبر بشید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و روز خوبی داشته باشید. یا حق.